اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. هفته بامداد تهران است و 8 در کابل و 8:30 در دوشنبه. درود بر شما. این چشم‌انداز بامدادی است در بامداد 18 بهمن 7 فوریه. سخنرانی پیروزمندانه دونالد ترامپ پس از تبرئه او از اتهامات استیضاح در مجلس سنای آمریکا. پیامدهای این ماجرا را تا دقایق دیگر بررسی خواهیم کرد. مهدی محمودیان کنشگر حقوق بشر ایران دوباره در بازداشت، در حالی که فایل صوتی گفتگوی او با مأمور اطلاعات سپاه به رسانه‌ها درز کرد. مهدی محمودیان حرف درستی زده، ولی خب این بازجوی اطلاعات سپاه و حتی اطلاعات هم اینجوریه، اجازه تجمع به اون چیزی که دوست ندارن نمیدن اینا. از تأکید رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر پایبندیش به برجام هم خواهیم گفت. افزون بر مطالب دیگر ظرف یک ساعت آینده با من داریوش رجبیان سرآغاز تازه ترین خبرهای جهان از فرج بالافکن تهیه کننده برنامه. سلام و صبح بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک روز بعد از تبرئه در سنای آمریکا از اتهامات استیضاح در جمعی در کاخ سفید به مخالفانش تاخته. آقای ترامپ همچنین از خانواده‌اش که مجبور شدن به گفته او این مخمصه ساختگی و زننده را تحمل کنند پوزش خواسته. او بر اساس دو اتهام سوء استفاده از قدرت و کارشکنی علیه کنگره در مجلس نمایندگان استیضاح شده بود. مهدی محمودیان فعال حقوق بشر و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت از سوی اطلاعات سپاه برای دومین بار در دو ماه گذشته بازداشت شده. آقای محمودیان همراه با عده‌ای از فعالان مدنی برای روشن کردن شمع برای کشته شدگان هواپیمای اوکراینی فراخوان داده بود. دونالد ترامپ میگوید که قاسم الرحیمی رهبر القاعده در شبه جزیره عربی کشته شده. او عامل یک رشته حملات به منافع غربی در قرن میلادی جاری شناخته می‌شود. جزئیات بیشتر در برگردان گزارش دیوید بامفورد. مقامات آمریکایی در اواخر ماه گذشته جنوری گفتند که مطمئن هستند قاسم الرحیمی رهبر القاعده در شبه جزیره عرب در منطقه البیداء در یمن کشته شده است. خبر مرگ او چندین بار گزارش شد اما بعد خاموش شد. علی‌رغم چندین بار تلاش قوای خاص آمریکا او از دستگیری بچ شد. آقای ترامپ میگوید کشته شدن الرحیمی آمریکایی ها را به دفع تهدیدات القاعده و سایر گروه ها علیه امنیت ملی ایالات متحده نزدیک کرده است. تنش میان نیروهای امنیتی اسرائیل و معترضان فلسطینی که در پی علنی شدن طرح موسوم به معامله قرن از سوی دونالد ترامپ بالا گرفته، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه منجر به مرگ 3 فلسطینی شده. اسرائیل هم از مجروح شدن 12 پلیس در بیت المقدس خبر داده. سینا علی‌نژاد گزارش می‌دهد. یک سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی تنش‌های تازه را به طرح صلح دونالد ترامپ نسبت داده است. او گفت که آنها هشدار داده بودند هر طرحی که حداقل مطالبات و حقوق فلسطینیان را در نظر نگیرد و زمین ساز صلحی عادلانه و پایدار نشود، به تنشی مانند آنچه امروز شاهدش هستیم ختم خواهد شد. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیداری با نیروهای امنیتی در کرانه باختری آنچه را خشونت از سوی فلسطینی‌ها خواند محکوم کرد. همزمان حملات هوایی اسرائیل به نیروهای حماس در نوار غزه شدت گرفته و در مقابل از راکت پرانی از غزه به سوی خاک اسرائیل گزارش های منتشر شده است. و بنابر گزارش رسانه های چین، لی ون لیانگ پزشک جوان چینی که اولین بار نشانه های ظهور ویروس کرونا را هشدار داده بود، خود جدیدترین قربانی این اپیدمی در شهر ووهان شد و جان باخت. همزمان چین اعلام کرده که موارد شناسایی شده مبتلایان به ویروس کرونا در آن کشور حالا به 28,000 نفر افزایش یافته است. درود بر همراهان چشم‌انداز بامدادی در بامداد آدینه 18 بهمن 7 فوریه. امیدوارم در حال روز خوشی باشید هر جای دنیا که هستید. داریوش رجبیانم از بی بی سی در لندن. ساعتی پس از سخنرانی پیروزمندانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از تبرئه او از اتهامات استیضاح در مجلس سنای آمریکا، آقای ترامپ در نشستی به همین مناسبت در جمعی در کاخ سفید واشنگتن بر مخالفانش تاخت و گفت این دوره برای ما جهنمی بود، منصفانه نبود، ما هیچ کار اشتباهی نکردیم، این کار آنها شرورانه و آمیخته به فساد بود. این صحبت‌های آقای ترامپ است. دونالد ترامپ در ماه دسامبر بر اساس دو اتهام سوء استفاده از قدرت و کارشکنی علیه کنگره در مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح شده بود، اما روز چهارشنبه بعد از 2 هفته محاکمه بدون احضار شاهدان از سوی جمهوری‌خواهان در سنا تبرئه شد.
در این باره نخست گزارشی داریم از کامبیز فتاحی در واشنگتن، سپس به تحلیل موضوع میشینیم. جشن پیروزی در کاخ سفید صبح پنجشنبه، دقیقاً یک روز بعد از آنکه اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا رأی به تبرئه دونالد ترامپ از اتهامات استیضاح دموکرات‌ها داد. دو اتهام سوء استفاده از قدرت علیه رقبای انتخاباتی و کارشکنی در تحقیقات کنگره. اما حالا با پیروزی در این کارزار به نظر می‌رسد که امروز بار سنگینی از دوش آقای ترامپ برداشته شده باشد. نمایندگان جمهوری خواه کنگره، اعضای کابینه و خانواده ترامپ در این نشست او در کاخ سفید شرکت کردند. افرادی که در روند استیضاح محکم پشت سر او ایستادند. دونالد ترامپ روز گذشته یک بار دیگر بر بیگناه بودن خود تاکید کرد. این مدرک او، تیتر صفحه اول روزنامه واشنگتن پست که میگوید ترامپ تبرئه شد. و این قدردانی و در این حال عذرخواهی آقای ترامپ از اعضای خانواده‌اش. I want to apologize to my family for having them. من می‌خواهم از خانواده‌ام به خاطر اینکه باید تجربه این ماجرای ساختگی و فاسدی که افراد بسیار خبیث و بیماری اون رو ایجاد کردند معذرت بخوام. رئیس جمهوری آمریکا همچنین رهبران دموکرات در کنگره را هدف حملات لفظی تازه قرار داد. او نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و آدام شیف رهبر کمیته اطلاعاتی این مجلس که هدایت روند استیضاح را در دست داشت خبیث، دروغگو و فاسد توصیف کرد. من همیشه گفتم که آنها سیاستمداران بی عرضه‌ای هستند، اما دو ویژگی دارند: خبیثند و بدجنس. آدام شیف آدم خبیث و بسیار بدیه. نانسی پلوسی هم همینطور. او مدت‌ها پیش که میگفت برای من دعا میکنه، میخواست من رو استیضاح کنه. دادگاه استیضاح آقای ترامپ کمتر از دو هفته طول کشید. جمهوری‌خواهان مانع از احضار شاهدان در سنا شدند و در نهایت به تبرئه رأی دادند. به غیر از یک نفر آنها، میت رامنی، رقیب انتخاباتی باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا که حالا سناتور ایالت یوتا است. روز گذشته رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی از اقدام بحث برانگیز اخیر خود در پاره کردن نطق سالانه آقای ترامپ در کنگره دفاع کرد. از نظر خانم پلوسی علارغم رأی سنا، دونالد ترامپ گناهکار است و ناقض قانون اساسی و خطری برای دموکراسی. سیاستمداری که برای شکست دادن رقبای خود به رهبران کشورهای دیگر متوسل شده است. به نظر می رسد بسته شدن پرونده جنجالی استیضاح اما پایان نزاع دموکرات ها و جمهوری خواهان نباشد. دعواهای این دو قطب قدرت در آمریکا در این سال انتخاباتی به احتمال زیاد شدیدتر خواهد شد. کامبیز فتاحی از واشنگتن گزارش میداد. برای بررسی بیشتر موضوع آرش غفوری رو داریم، تحلیلگر مسائل کارزارهای انتخاباتی از میلند آمریکا. رو شب شما در آمریکا بخیر آقای غفوری. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که آقای ترامپ در همین گزارش که شنیدیم از او به نیکی یاد نمی‌کرد، دیروز در این مورد صحبت‌هایی کرده و گفته که به هر روی دونالد ترامپ برای همیشه استیضاح شده. صرف نظر از اینکه چه میگوید، گفته این استیضاح همیشگیست و زخمی نیست که التیام بیابد. اما از سخنرانی دونالد ترامپ اونطور که شنیدیم چنین برمیاد که هرچند سومین رئیس جمهور آمریکاست که استیضاح اون ثبت تاریخ شده، اتفاقی نیفتاده و کابوسی بوده که پشت سر شده. این اتفاقی که افتاد از دید شما چه تأثیری میتونه بر کارنامه یک رئیس جمهور آمریکا داشته باشه؟ برای آقای ترامپ به عنوان این رئیس جمهور خیلی به قول معروف نامعمول در آمریکا، اینکه تونسته از فرایند استیضاحی که دموکرات‌ها توی یکی دو سال اخیر علیه ایشون بعد به دست گرفتن مجلس نمایندگان به خصوص بر علیه ایشون راه انداختن بیاد بیرون و همون تیتر روزنامه واشنگتن پست رو که نشون میده که به نوعی یادآور تاریخی یا یادآوری تاریخی هم به گذشته داره، این نشون میده که برای ایشون بیانگر اینه که خب من از یک پروسه بسیار غیر منصفانه خارج شدم و پیروزی رقابت هستم. یعنی در دوگانه پیروزی و شکست آقای ترامپ همیشه تعریف میکنه برای خودش رو برنده این اتفاق میبینه. از منظر کلی و تاریخی هم اگر نگاه کنیم،
ما سه مورد استیضاح به این معنی داشتیم که یه موردش مثلا برای سال 1860 این موقع بود، در دو مورد دیگرش هم اتفاق بعدی که براش مطرح میشه، یعنی پروسه ایمپیچمنت و پروسه اتفاقات بعدی که برای رئیسشون مطرح میشه از لحاظ جام اپروالش، از لحاظ به قول من پیروزی در انتخابات، شکست در انتخابات که تعیین میکنه آیا چقدر این فرد به عنوان رئیس جمهور حالا موفق بوده یا پیروز از این فرآیند استیضاح در اومده یا نه. خب پیرو این صحبت‌های شما آقای غفوری یک یادآوری تاریخی هم ما داشته باشیم که همین 21 سال پیش بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا استیضاح شده بود. در مقایسه با اون ماجرا فکر می‌کنین استیضاح دونالد ترامپ چه تأثیر مستقیم می‌تونه داشته باشه بر انتخابات ماه نوامبر، همین 9 ماه دیگه که قراره برگزار بشه؟ این سوال یه میلیون دلاریه. یه به قول من هر کسی جواب این سوال رو بدونه باید به قول من هر کدوم از کمپین‌های انتخاباتیون رو استخدام کنن که براشون کار بکنه. توجه بکنیم توی سال 1998 که آقای کلینتون استیضاح شد، در جریان روند استیضاح اکتبر شروع شد تا فوریه، در نوامبر دو ماه بعد از آغاز پروسه استیضاح در مجلس نمایندگان، حزب دموکرات موفق شد 5 تا صندلی بیشتر در مجلس نمایندگان به دست بیاره. یعنی انتخابات میاندوری در دوره فرآیند استیضاح بود. الان 9 ماه دیگه انتخابات داره، 8 ماه دیگه قرار انتخابات، 9 ماه دیگه قرار انتخابات برگزار بشه. تا اون 8-9 ماه اونقدر اتفاقات جدید ممکنه مطرح بشه که اصلا استیضاح و اینکه توی 8-9 ماه گذشته چه اتفاقی افتاده گم بشه. این یه نکته. نکته دوم این که بیل کلینتون در تمام دوران استیضاح جاب اپروالش، یعنی رضایت از عملکرد شغلیش به عنوان رئیس جمهور، بالای 70% بود. به خصوص سال 98 بهترین سال آقای کلینتون بود، سال استیضاحش. آقای ترامپ اتفاق خاصی نیفتاده، نیومده جاب اپروالش پایین، ولی شب جاب اپروالش بالای 46-47% نرفت. از این منظر هم دو تا با هم متفاوت است. خب می‌خوایم به یک مورد مشخص‌تر در این ماجرای اخیر اشاره بکنم آقای غفوری، که میت رامنی تنها سناتور جمهوری خواه بود که در کنار دموکرات‌ها در سنا به آقای ترامپ رأی نداد. آقای رامنی که پیروی کیش مورمون‌ها هست با ذکر اعتقادات عمیق خودش گفت که آقای ترامپ در سوء استفاده هولناک از اعتماد عمومی گناهکار شناخته میشه و باز هم 9 ماه مونده به انتخابات رئیس جمهوری. فکر می‌کنین که این اظهارات یک سناتور معتبر جمهوری خواه در مورد نامزد حزب جمهوری خواه آیا میتونه تأثیری داشته باشه در انتخابات؟ به طور مشخص اگه آقای میترامنی رو بگین جواب منفی است، تأثیر خاصی نخواهد داشت. بازم برگردم به یک فلش بک تاریخی بزنم از زمان کلینتون و آقای ترامپ. در دوران کلینتون 5 سناتور جمهوری خواه در یک مورد و 10 سناتور جمهوری خواه در یک مورد دیگه به نفع آقای کلینتون رای دادن. امروز فقط یک سناتور کنم آقای سناتور میترامنی بوده رای داده. توجه کنید اگر بخوایم از لحاظ مذهبی در نظر بگیریم، چون آقای میترامپ میگفتن که من عقاید مذهبی دارم و از عقاید مذهبی نمیتونم به آقای ترامپ رأی مثبت بدم، یعنی به ایمپیچمنت رأی مثبت خواهم داد. مذهبیون توی آمریکا به خصوص توی انتخابات 2016 اون بخشهایی از اوانجلیکای مذهبی، مسیحیان طرفدار حزب جمهوری‌خواه به خصوص، اونها فارغ از هر اتفاقی که آقای ترامپ مطرح شده براش، از اون داستان اون نوار معروف بگیریم تا 4 بار ازدواج کردنش، اینها کسایی بودن که وقتی خانم میشل اوباما بانوی اول امریکا بود، بخاطر اینکه مثلا آستینش معلوم بود، این آستین حلقه‌ای مثلا لباس می‌پوشید، انتقاد می‌کردن که چطور رئیس شما زن همسر رئیس شما می‌تونه همچین لباسی بپوشه. اما این برای آقای ترامپ موجب نشد که اونها رأیشون رو از آقای ترامپ بگیرن. آقای ترامپ فرد نامعمولیه در سیستم انتخابات در امریکا و رأی دادن به ایشون یا رأی ندادن به ایشون تابع قواعد مشخص حزبی وقتی به گذشته نیست. در آقای میت رامنی هم با اینکه در یوتا خیلی محبوبه، اما وقتی شما ایشون رو با آقای ترامپ مقایسه بکنید، آقای جمهوری خواهان حداقل اونه که قرار به حزب جمهوری خواه رأی بدن، برای آقای ترامپ بسیار ارزش بیشتری قائل هم تا برای آقای رامنی. آرش غفوری تحلیلگر کارزارهای انتخاباتی در مریلند آمریکا، سپاسگزارم که با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی بودید. اما دیروز فایل شنیداری صحبت تلفنی مهدی محمودیان، کنشگر حقوق بشر و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران، با یک مأمور اطلاعات سپاه پاسداران رسانی شد. آقای محمودیان روز سه‌شنبه به دست اطلاعات سپاه برای دومین بار در 2 ماه گذشته بازداشت شده. پس از آنکه سپاه پاسداران اعلام کرد هواپیمای مسافر برای خطوط هوایی اوکراین را ساقط کرده، آقای محمودیان همراه با شماری از کنشگران مدنی و سیاسی فراخوان به روشن کردن شمع برای کشته شدگان این هواپیما داد.
بر اساس یک فایل شنیداری که به دست بی بی سی فارسی رسیده، بازجوی سازمان اطلاعات سپاه با او تماس میگیرد و او را تهدید میکند تا فراخوان را حذف کند، وگرنه به گفته خود او، خودم برات میدارم میبرمت اوین و اونجا از خجالت در میام. پاره‌ای از گفتگوی تلفنی مهدی محمودیان با مامور اطلاعات سپاه را بشنویم. این توییتتون چیه آقای محمودیان؟ توییت کردی شما همه امروز ساعت 5 70 نفر آدم مردن. خب هم ببین توی میدون شهر براشون شمع روشن کنیم، همین، هیچ اتفاقی قرار نیست. خب مجوز گرفتید در این کار؟ برای شمع روشن کردن مجوز میخواد. دست جنگل یه فراخوانی وقتی شما داری میدی توی کل کشور که ملت دارن این کارو بکنن، باید بری مجوز بگیری دیگه. چی باید مجوز بگیریم؟ خودتون بلدید دیگه شما. نباشه خب باید یه جایی برین. وقت قانون است. نه خیلی، اونو من که توی اوینم من مگه بهت نگفتم؟ گفتم آقا قبول، شما باید بری یه جایی تعهد بدی که اسلحه دستت نمیگیری، درسته یا نه؟ من... اینی که من بهت گفتم، شما مگه جواب داشتی میدادی به من؟ جواب دادم دیگه، الانم دارم. شما امنیت ما رو تضمین کنید، هیچ اتفاقی نیست. خب باید بری یه جایی تعهدی بدی دیگه. مشخصی ندادم، من گفتم ولی گفتی همه جا میخوام برم تو میدون شهر، یکی از میدونای نزدیک محلمه، شم روشن کنم. مگه بقیه موقعا نمی کنیم؟ مگه برای آتش نشانا این کار انجام نشد؟ کسی مجوز گرفت مگه؟ برای سردار سلیمانی رفتن شم، رفتیم شم روشن کردن دوستان ما، خود ما، مگه رفت مجوز گرفتیم؟ بله بله. از کی مجوز گرفتیم؟ بله شما خبر ندارید. من مجوز نگرفتم. شما خبر ندارید چون شما شروع کننده اون کار نبودی، نمیدونی چطور هماهنگ شده. الان که این کار رو خودت داری شروع میکنی، شما دو سه نفر، سه چهار نفر، سه چهار نفر، اصلا منم یکی مثل بقیه، هیچ کس شما شما من دیدم بقیه ای وجود نداره، شما هستی و دو سه نفر دیگه، کلن شما و دو سه نفر دیگه. این رو ابتدان توییت کردید. نه حداقل 500-600 تا توییت اومد. حالا اگه شما اولین نفر، شما و دو سه نفر دیگه توییت کردید، شروع کردید به این طرح. تو من باشم. ببین ما اینجا بر اساس اسناد و مدارکمون، اولین نفر شما و چند نفر دیگه هستید. امروز ساعت 5 ملت بیان شمع روشن کنن، درگیری بشه، اتفاقی بیفته، خونت دماغ کسی بیاد، من دارم به شما میگم خونت دماغ کسی بیاد، مسئولیتش با شماست. نهاد امنیتی مسئولیت چی بوده بگی؟ مسئولیت ما، مسئولیت کاری بوده میگم که خودمون شروع کرده باشیم. جناب عالی، حتی ما به عهده شما. شما نخیر، نخیر، گوش بده، مثل آدم بی سواد با من صحبت نکن. شما زمان امنیتت به عهده ماست که تشریف بیاری تو نهادهای قانونی، تعهد بدی. یعنی اونایی که هواپیما بودن نهاد قانونی نبودن که کشته شدن؟ ربطی نداره، مسئله با هم قاطی نکن. حق داره دیگه، اونام قانون جواب اونم داره، قانونی جواب میده. مگه نیدی اخبار ما تشریف ببری ببینی گوش بده چی گفتش آیه آجی زاده؟ من همینجوری از خودت چرا حرف میزنی؟ ببین شما گوش بده، نهاد امنیتی، من دارم به تو میگم، نهاد امنیتی زمانی مسئولیت میپذیره که یک نهاد قانونی مثل یک NGO گروه بره وزارت کشور مجوز بگیره، تعهد بده که اقدامی مخل امنیت ملی نمیخواد انجام بده. اون موقع نیروی امنیتی موظفه که به امنیتشو تضمین بکنه. کسی که این کارو نکنه خودش میشه مخل امنیته. من مطمئن چنین کاری رو نخواهم کرد و امیدوارم که نهاد امنیتی و نیروی انتظامی امنیت منو به عنوان یک شهروند تامین کنه. به عنوان یک شهروند امنیت همه تامینه. ولی اگر به واسطه این موضوع حاشیه‌ای پیش بیاد، مسئله‌ای پیش بیاد، خودم وارد میدارم میبرمت اوین، اونجا از خجالت در میام، نه با این برخوردی که دیدی. نه حتما منم با این برخورد. مطمئن باش. شما منو نمیبینید. مطمئن باش. نکردم. کاملا از حق قانونی. اون دوستانت هم که توییت کردن تکذیب کردن. اون دوستانت هم دیگه من چیکار کنم؟ اون دوستانت هم که توییت کردن گفتن نخیر. شما مسئول حزب آیه شکوری گفته نخیر این کار اشتباهیه. کی گفته؟ ما همچین برنامه‌ای نداریم اصلا. این کار اشتباهی کردن. گفتن تازه با شب جلسه برگزار بشه تصمیم بگیریم در این زمینه. شما خودت خود محور برداشتی این کارو کردی. و سلام. من دارم گفتم که بدونی. خدا نگهداره. گفتگوی تلفنی مهدی محمودیان کنشگر حقوق بشر در تهران بود با یک بازجو از اطلاعات سپاه که اخیراً آقای محمودیان به دست اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده. در پی این گفتگو ماموران اطلاعات سپاه به خانه آقای محمودیان راه یافتند، آن را تفتیش کردند و رایانه و تلفن همراه و وسایل الکترونیکی و شخصیش را توقیف کردند و او را به محل کارش بردند و در دفتر کارش هم وسایلی را توقیف کردند. ماموران سپس او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.
اتهامات آقای محمودیان و دلیل بازداشت او هنوز اعلام نشده. در این باره گفتگویی داشتم با تقی رحمانی، کنشگر ملی مذهبی در پاریس فرانسه، و نخست پرسیدم بر پایه صحبتی که شنیدیم کدام یک از این دو طرف حرف قانون را میزد. ببین این حق وجود داره، ولی واقعیت این است که الان سپاه و آقای خامنه ای اجازه این حق رو نمیدن به مخالفین، حتی مخالفینی که میخوان در چارچوب قوانین فعالیت کنن، حتی به احزابی که با اونا همراه نیستن. مهدی محمودیان حرف درستی زده، ولی خب این بازجوی اطلاعات سپاه و حتی اطلاعات هم اینجوریه، اجازه تجمع به اون چیزی که دوست ندارن نمیدن اینا. قانون اینا هم الان قانون برای اطلاعات سپاه، حق وزارت اطلاعات، این برنامه گام دوم آقای خامنه ایه. یه قانون اساسی هم گذاشتن کنار در حقیقت با این نگاه. ولی آقای رحمانی، همین که دو روز پیش هم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اومد گفت که حتی اگه از من خوشتون نمیاد بیاین در انتخابات رأی بدین، پس چرا به نظر شما فشارها ظاهرا کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده؟ ببینید اصلا فشارها قرار کاهش پیدا کنه. این بار هم مسئله مشارکت بالا نیست، این بار جمع کردن مسئله است. به دو دلیل، یکی که اگر فوت آقای خامنه‌ای صورت میگیره، اون بالا با کمترین اختلاف رهبری مثلا تغییر پیدا کنه، و دو به غرب و آمریکا میگن فقط صدای ماست. و یه مسئله دیگه هم به مردم هم دارن میگن همین است که هست، یعنی واقعیت این است که مشارکت مردم به نوعی تایید این همین است که هست است. یعنی آقای خامنه‌ای در سخنان دیروزش هم تقریبا با زبان خاص خودش گفت همین است که هست. ولی کلا به نظر شما چنین برخوردها چه تأثیر مشخصا میتونه بذاره روی مشارکت مردم در انتخابات، حالا که دقیقا دو هفته مونده تا برگزاری اون؟ فکر میکنید که روی این حساب میزان مشارکت در چه حدی خواهد بود؟ ببینید من احساس میکنم که مشارکت در شهرهای بزرگ و متوسط پایین خواهد و این قابل پیشبینی است و با این برنامه اینا مواجه خواهند شد. حالا اینکه چی کار خواهند کرد، بالا پایین میکنن آمار، البته امکان پذیر نیست چون گرایش های مختلف دوش هست، ولی بحث اینا الان بالا بردن مشارکت نیست. به نظر من حتی خامنه‌ای دیروز جناح مقابله تهدید کرد، گفت همین است که هست، شما نصلا نباید قرعه هم بزنی، فقط باید شرکت کنی. یه زبان تهدید پیچیده است که الان دارن به کار میبرن برای بخشی از جامعه و امثال این. مهدی محمودیان نیست که نباید ازش فراموش کنیم. مهدی محمودیان یه فعال مدنی و عضو یه حزب سیاسی هم هست، ولی همواره سابقهش این بوده که به تعبیر من خروس بی‌محل بود از نظر آقایان. او همیشه حق‌گویی داشته تا الان. مهدی رو کشته شده های 88 خیلی حساس بود، همینجور در مورد هواپیما به وظیفش عمل کرد، احساسی که میکرد باید اعتراض کنه به این فریبکاری دولت. ولی دستگیری مهدی حتی یه پیامی هم به اعضای حزب اتحاد داره که باید حواستان جمع باشه، چون حزب اتحاد ظاهرا حاضر به لیست دادن و مشارکت فعال در این انتخابات نیست. پس چطور اگر مشارکت فعال در انتخابات نباشه، آیا فکر میکنید که میزان اعتبار این انتخابات لطمه نمیبینه اگه واقعا پایبند به اون همین است که هست به قول شما باشن؟ ببینید به نظر من آقای خامنه ای الان کارتای دیگه از نظر خودش داره بازی میکنه. آقای خامنه ای الان میگه همین است که هست، منم میگویم، یک مدلی از فقیه سلطانی داره اجرا میکنه. قانون اساسی هم شده این گام دومی که الان نوشته. از طرف میگه من یک کارت منطقه ای دارم، بعد جهانم به امنیت احتیاج داره، منطقه به امنیت نیاز داره. الان مسئله با وجود پدیده مثل آقای ترامپ در آمریکا، مسئله دموکراسی در جهان الان فاز اول نیست برخلاف سال 1776. به خاطر آقای خامنه‌ای با این کارت بازی میکنه، میدونن مردم هم باید به امنیت تن بدن. البته از نظر من عدم مشارکت فعال و دعوت نکردن افراد به رأی ندادن کاریست که جامعه مدنی ایران باید بکنه، راه حل مدنی و داخلی. ولی فکر آقای خامنه‌ای الان اینطوریه، یعنی من اعتقاد دارم آقای خامنه‌ای سه دور انتخابات رو تبدیل کرد به برد خودش و باخت ما و جامعه مدنی. این بار باید این بازی باخت باخت کنیم، شاید دوباره به یه تعادل و قوایی در آینده برسیم، چون الان این اون چی که ایشان میگوید عمل میکنم و بخشی بزرگی از اصلاح طلبا
گفتم بجوز از به اتحاد حالا معلوم نیست، عملا میخوان لیست بدن. یعنی آقا خامنه‌ای میگه هر اونچه که من میگویم همه بدون قرض زدن اگر عضو نظام هستن منافعشان این هست که شرکت بکنن. و این هم به این خاطر که خلاص اینا مقامات درجه دو درجه سه تا درجه ده تو مدیریت نظام از رانتای برخورد دارن، میگن اگر من نباشم و ما نباشیم رانتای شما نیست. این گروگانگیریه، از جامعه هم گروگانگیری امنیت میکنه. به این آقا خامنه گفته اگر امنیت ایران رو بخواید به رای بدی، آقا امنیت ایران که الان در گروه رفتار آقای خامنه ای شده با سیاست هایی که داره. این خاطر این نوعی اینو گروگانگیری ممتده از اصلاح طلب و از جامعه. جامعه میتواند بگوید آقا ما رای نمیدیم به خاطر اینکه این نوع امنیتی که تو آوردی اصلا امنیت پایدار نیست، امنیت لرزانه. آقای خامنه دیروز بگو اونا که قبولم ندارن، من قبول ندارن، بیان رای به امنیت بدن، قرآن نزنن. اون قسمت قرآن نزدن منظورش آیر و آقای خاتمی بود، بیا رای بده حرفم نزن. به جامعه هم در حقیقت غیر مستقیم جامعه هم تهدید کرد، ولی جامعه باید متوجه باشه اگر بخواد همینجوری به دنبال این نگاه برود، آقای خامنه ای امنیت لرزانی میاره که هر زبان امکان داره هواپیمایی بزنن یه بمبگذاری بشود، ولی راهش اینه که با آقای خامنه ای بگویی با صدای مدنی با رأی ندادن که ما این رفتار تو را قبول نداریم. خب اینا صحبت‌های تغییر رحمانی بود، کنشگر ملی مذهبی در پاریس فرانسه، که میگفت برای مقام‌های جمهوری اسلامی میزان مشارکت مردم در انتخابات دوم اسفند مسئله نیست و همین است که هست. آیا به نظر شما هم آیا همینطوره؟ در گذشته هم رهبر جمهوری اسلامی گفته که حتی مخالفان نظام بیان پای صندوق‌های رأی. آیا این خواسته نشانگر نیاز مقام‌ها به حضور مردم پای صندوق‌های رأی نیست؟ و اگه میزان مشارکت به راستی پایین باشه، آیا مشروعیت نظام زیر سوال نمیره؟ دوستانم به این پرسش ها پاسخ شما رو داشته باشم، و اگه در ایران هستین یا ایرانی هستین لطفا بگین که در انتخابات دو هفته آینده رأی خواهید داد یا نه، اگه آره چرا و اگه نه چرا. چشم به راه دیدگاه های شما هستم. در فیسبوک بی بی سی فارسی همینجا درود میگم به تارا، حیات الله، اشکان، کوچاری، نوید عزیز، زبیر، خداداد، زرفشان، امیر بهمن و دوستان دیگر همونجا پای پخش زنده چشم انداز بامدادی میتونن نظر بدن. دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. امروز چون در تهران روزنامه نداریم، طبق معمول پایان هفته ها سراغ هفته نامه ها و مجله ها رو بگیریم با مسعود بهنود، روزنامه نگار مقیم لندن، که این یکی خالی از صحبت های سیاسی نیست. بررسی مجلات این هفته رو در این بخش بدیم به ماهنامه فرهنگ امروز و همینطور ماهنامه ناداستان. فرهنگ امروز نشریه فرهنگ و علوم انسانی است، آنچنان که از اسمش برمیاد. این شماره رو جلد خودش رو به آقای فروغی، محمد علی فروغی، داده است به خاطر اینکه داره درباره سراب دیپلماسی حرف میزنه. بررسی سیاست خارجی ایران در مواجهه با غرب که از گذشته ها شروع میکنه، طبیعتاً نقش آقای فروغی رو جدی میبینه و بعد میاد به سمت امروز و در اونجا یک مقاله انتقادی داره درباره کسانی که در جمهوری اسلامی توجهشون به غرب زیاد بوده، که طبیعتاً از تعبیر اینجوری شروع میشه از دولت هاشمی رفسنجانی، خود هاشمی رفسنجانی، و بعد در دولت آقای خاتمی و دیگه طبیعتاً دولت آقای احمدی‌نژاد نه، ولی دولت آقای روحانی. اینها رو به عنوان کسایی میبینه که چشم دوخته بودند به اصطلاح توجه به غرب، ارتباط با غرب. در بخشی از مقاله که در این باره نوشته شده به خصوص به دولت مانس بازرگان هم اشاره میشه، و در اونجا در حالی که میگه که مانس بازرگان تابع سیاست دکتر مصدق بود، بعد اشاره میکنه که انگار نظرشون این هستش که، ولی نمیدونست که امریکایی‌ها او رو خالی گذاشتن و کودتا به خاطر این بود که امریکایی‌ها پشت خالی کردن، که به نظر میرسه داره تعبیر عجیبی است. دکتر مصدق با اون همه سابقه‌ای که داشت، اگر چاره‌ای داشت برای اینکه امید نبنده به امریکایی‌ها، معلوم نبودش که اون چاره چی هستش. اما به هر حال این شماره شماره خیلی خوبی است، به خصوص که یک فصل مفصلی رو به آقای فردید داده و از نگاه‌های مختلف نظرات او رو در ارتباط با خشونت و فلسفه یا
یادآوری کرده بعضی از کسانی که منتقد او هستند، که قبلا البته بعضیشون شاگرد او بودند و بعضی از افراد هم که هنوز هوادار او هستند. اما ناداستان این شماره اینطور که مدیر گزارش داده است، یعنی آرش صادق بیگی، کمی دیر شده و اونجا توضیح خیلی جالبی داده و گفته است که در حقیقت حال ما خوب نبود و گفته است که اینطوری نیستش که، یا دست کم این نوع مجلات اینطور نیستش که حال آدم خوب نباشه ولی من حیث وظیفه بتونه درست اول آذر در بیاره. نه، به همین دلیل هم این دفعه چون حال ما خوب نبوده است دیر منتشر شده. خیلی نگاه عاطفی است که با خواننده در میان گذاشته میشه و این از مشخصات مجله است. یک کار جالبی هم که مجله است شماره پیش کرده و اون این QR کدی است که در کنار بعضی صفحات هست که با کمک اون میتونید بشنوید مجله رو. داستان دیگه، یعنی همش داستانه و بنابراین میشه گفت خیلی اتفاق مهمی است، اونم برای زمانی که انقدر گرون شده و اینا. ولی در این حال یه مانعی هم این اواخر برخورد کرد و توضیح داده است و اونم قطع شدن اینترنت بود که حالا امیدواره دیگه ادامه پیدا نکنه. اما سردبیر، یعنی محمد طلوعی، یه بازی نویس نوشته است در اون اول که از اولش اینجوری شروع میشه که من یه نقطه ام، یه نقطه که با خودکار آبی کشیده اند، یک نقطه باقی مانده در گوشه صفحه‌ای پر از نقطه که دو نفر سر کلاس درس با مدادهای سیاه و گلی به هم وصلشان کردند. من اون گوشه یک صفحه نقطه بازی ماندم و جنگ تازه شروع شده. من یه هواپیمای F-14 خیلی ناشیانه نقاشی شدم. زیرم تانک چیفتن کشیدند. دوتا جیپ که توپ 106 دارن، ناوچه‌ای در دریا، 4 هلیکوپتر شینوک در آسمان، همه این ادوات جنگ رو از روی کارت‌های بازی کشیدند. خب این مقدمه رو داشته باشید، این به خاطر این هست، یعنی از نقطه احساسی مشترک هممون در این روزهای بحرانی از اونجا شروع می‌کنه ولی میرسه به موضوع این شماره ناداستان که در حقیقت بازی است و به نوعی به خنکان قمار بازی، به نوعی در حقیقت انواع بازی، قمار هم شاید توش بگنجه. به همجد روی جلد رو اختصاص داده به انبوهی تاس که در وسطشون یه دونه جفشیش وجود داره و بقیهش نه. توی روایت‌های مستند مطالب بسیار خواندنی هست که متاسفانه وقت ما اجازه نمیده، وگرنه یک دو تاشو براتون میخوندم، روایت‌های مستندی راجع به این امر، یعنی همین امر بازی. اما در بخش روایت‌های زندگی یک جان کژدمی هست، عالیه عطایی نوشته، واقعا فوق‌العاده است. این خانم جوان نویسنده خیلی خوب، قصه نویس خیلی خوب که در مهاجرت زندگی کرده و بزرگ شده، یعنی از اون طرف مرز تا درست خود مرز ایران و افغانستان و بعد در ایران، با یک بازی با کژدم رو انقدر خوب در قالب یک ناداستانی آورده که از روایت‌های زندگی است که فوق‌العاده شیرینه و توصیه به خوندنش میکنم. اصولا ناداستان پر است از قصه ها یا داستان هایی که گرچه بهش گفته میشه ناداستان ولی فوق‌العاده خوندنی است و این شماره‌ای که در اومد شماره پنجم بود. با هم نگاهی گذرا کردیم به فرهنگ امروز و ناداستان. مسعود بهنود بود و ما وقت ما اجازه میده که در نیمه بعدی دوباره به مجله‌های تازه چاپ ایران برگردیم. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی، چشم‌انداز بامدادی. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم‌انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. سپاسگزار از اینکه روزتان رو با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کردید در بامداد 18 بهمن 7 فوریه با این سرخط‌های مهم جهان. تا این لحظه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرده که نیروهای مسلح این کشور قسیم الریمی رهبر شبکه القاعده در شبه جزیره عربستان را به قتل رسانده است. او جزئیات این عملیات را اعلام نکرده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز پس از تبرئه در سنای آمریکا از اتهامات استیضاح در جمعی در کاخ سفید به مخالفانش تاخته. آقای ترامپ در ماه دسامبر بر اساس دو اتهام سوء استفاده از قدرت و کارشکنی علیه کنگره در مجلس نمایندگان استیضاح شده بود، اما روز چهارشنبه بعد از دو هفته محاکمه بدون احضار شاهدان از سوی جمهوری‌خواهان در سنا تبرئه شد. به گزارش رسانه‌های چین، لی ونلیانگ، پزشک جوان چینی که نخستین بار در 30 ماه دسامبر یعنی 9 دی ماه نشانه های ظهور ویروس کرونا را هشدار داده بود، خود جدیدترین قربانی این اپیدمی در شهر ووهان چین شده و جان باخته است. و مهدی محمودیان، کنشگر حقوق بشر و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران برای دومین بار در 2 ماه گذشته بازداشت شده است. و ما خبر مهم دیگر هم از ایران این هست که رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید هرچند ایران تعهداتش در توافق هسته‌ای یا برجام را کنار گذاشته، کشورهای عضو برجام به حفظ این توافق پایبندند و بازرسی های آژانس هم ادامه خواهد داشت. در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های آمریکا، ایران گام به گام تعهدات هسته‌ایش را کاهش داده. در واکنش اروپا سازوکار حل اختلافات را فعال کرد. در این باره گزارشی داریم از همکارم پرهام قبادی. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل نمی‌کند، اما امضا کنندگان برجام مصمم به حفظ آن و ادامه نظارت آژانس هستند. من عدم تعهد ایران به برجام را تایید می‌کنم، اما امضا کنندگان برجام تصمیم میگیرن که با این موضوع کنار میآیند یا نه، و من ازشون نشنیدم که از من بخوان که بازرسی از ایران را متوقف کنم. پس ما به بازرسی ادامه میدیم تا حد میلیگرم اورانیوم. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، ایران در 5 مرحله تعهداتش به این توافق را کاهش داد و ماه پیش اعلام کرد که هیچ محدودیتی برای خود در غنی سازی اورانیوم قائل نیست. ما اعلام کردیم به همه دنیا، امروز سازمان انرژی اتمی ما در تحقیق و توسعه در ساخت انواع سانتریفیوژ ها، نصب اونها، غنی سازی توسط اونها، مقدار غنی سازی، سطح غنی سازی، درصد غنی سازی هیچ محدودیتی نداره. در پاسخ فرانسه، بریتانیا و آلمان سازوکار رفع اختلاف در برجام را فعال کردند که می تواند به بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران بیانجامد. اما اروپا می گوید هدف برگرداندن ایران به تعهداتش است. سه‌شنبه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در اولین سفرش به تهران گفت اروپا در پی حفظ برجام است و نمی خواهد موضوع به شورای امنیت سازمان ملل برود. ایران دائم از کمکاری اروپا برای بقای برجام انتقاد کرده و میگوید در صورتی به اجرای کامل تعهداتش باز میگردد که کشورهای اروپایی بتوانند زمینه صادرات نفت ایران و بازگشت پول آن را فراهم کنند. 2 ماه پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نارضایتی تهران را به اروپا گوش زد کرد. ما حتما از میزان تعهد اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش به اجرای برجام ناراضی هستیم. تحریم‌های آمریکا فروش نفت ایران را به شدت کاهش داده و اقتصاد این کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده. گفته می‌شود صادرات نفت از حدود 2 میلیون و 800 هزار بشکه در روز به 200 هزار بشکه افت کرده. اما رقم دقیق مشخص نیست و وزیر نفت ایران می‌گوید به دلیل شرایط جنگی اعلام آن به صلاح نیست. من در مورد صادرات هیچ عددی نمیگم، چون درست مردم محرم هستند، اما این صدای من رو فقط مردم نمیشنوند، دشمنان ما هم میشنوند و هیچ آدمی در جریان یک جنگ مواضع خودشو به دشمنش و اونم دشمن خیلی بیرحمی مثل آمریکایی‌ها نمیگه. به نظر میرسد همه طرف‌های برجام چشم انتظار انتخابات سال آینده آمریکا هستند تا شاید دولت تغییر کند و برجام دوباره جان بگیرد. پرهام قبادی گزارش می داد. چند خبر دیگر هم از ایران داریم که در یک نگاه با شایا سلجو مرور می کنیم. رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا می گوید فردی که ویدیوی کذب بستری شدن فردی به علت بیماری کرونا در کردستان را منتشر کرده بود بازداشت شده است. او گفته بازتاب گسترده این خبر در فضای مجازی باعث تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم از انتشار این ویروس در سطح استان شده بود.
ایران میگوید تاکنون کسی در این کشور به این بیماری مبتلا نشده است و سعید نمکی وزیر بهداشت ایران پیشتر درباره ابتلای احتمالی افراد به ویروس کرونا در توییتر خود نوشته بود حتما هر گونه ابتلا به این ویروس را صادقانه و فوراً به مردم خواهم گفت. پیشتر دو بیمار مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان شهدای یافت‌آباد تهران قرنطینه شدند. این بیمارستان به عنوان مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به ابتلا به این ویروس انتخاب شده است. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه میگوید هر کس با هر انگیزه ای جریان انتخابات را زیر سوال ببرد با تضعیف جریان انتخابات در جبهه دشمن قرار میگیرد. او گفته دوستان انقلاب و آنهایی که دغدغه‌شان مردم و نظام است باید در جهت آنچه که نیاز مردم و رفع مشکلات و گره‌گشایی از کار مردم است حرکت کنند. در روزهای گذشته به دنبال رد صلاحیت گسترده داوطلبان نزدیک به اصلاح طلب و دولت در جریان بررسی شورای نگهبان انتقادات از نظارت استصوابی و این نهاد بالا گرفت. وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد همکاری نزدیک خود را با ایران و ترکیه در سوریه ادامه خواهد داد. این بیانیه پس از آن منتشر می شود که درگیری ها در ادلب بالا گرفت. ادلب از جبهه هایی است که شورشیان سوری در آن دست بالا را دارند. چندی پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به حملات نیروهای دولتی سوریه و متحدانش به این استان هشدار داده بود. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی، چشم‌انداز بامدادی. ممنون که دارین درباره مطالب برنامه نظر میدین. در ادامه برنامه حتما به نظرات شما خواهیم پرداخت. فعلا گزارشی داریم از افغانستان که خبر میرسد برای نخستین بار وزارت کشور یا داخله عملیات نیروهای امنیتی برای بازداشت نظام الدین قیصاری فرمانده محلی در بلخ را زیر سوال برده. مسعود اندرابی سرپرست وزارت کشور افغانستان میگوید بازداشت نظام الدین قیصاری با استفاده از نیروی نظامی سوال برانگیز و پر از نقص بوده. به گفته او این وزارتخانه منتظر است تا نتایج تحقیقات دادستانی کل افغانستان در این زمینه پایان یابد. همکارم سحر رحیمی در این باره از کابل گزارش می‌دهد. پس از گذشت حدود دو ماه از عملیات نیروهای امنیتی افغان برای بازداشت نظام الدین قیصاری در شهر مزار شریف، حالا مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید منتظر نتایج تحقیقات دادستانی کل در این زمینه هستند. آقای اندرابی که در انستیتوت مطالعات استراتژیک در کابل صحبت میکرد، استفاده از نیروی نظامی برای بازداشت نظام الدین قیصاری را زیر پرسش برد. در بحث قیصاری ما منتظر نتایج تحقیقاتی که سارانوالی انجام میده و برداشت کلی میشه. طبعا در قسمت استفاده از قوت پیرامون رسیدگی به گرفتاری و یا حکم محکمه که در این مورد وجود داشته سوالات هم مطرح است و نواقص هم در اوج مطرح برده که اونا سلسلتاً بعد از ارائه گزارشات در شورای امنیت ملی و برداشتا و نتیجه بندی هایی که صورت میگیره و نیروهای امنیتی و دفاعی هدایت لازم پیرامون اجراءاتی که نیازمند تغییر تبدیل یا هر نوع اقدامی که در او راستا صورت بگیره ما او را انشالله در عمل اجرا خواهیم کرد. یک هیئت مجلس نمایندگان افغانستان که برای تحقیق این موضوع به ولایت بلخ رفته بود گفته است که یافته های آنها نشان می دهد که دستور بازداشت نظام الدین قیصاری غیر قانونی بود. علی اکبر قاسمی یک عضو این هیئت به بی بی سی گفته بود که خوشحال سادات معین پیشین ارشد امنیتی وزارت داخله در پیامی از طریق واتساپ به فرمانده پلیس بلخ دستور داده بود که قیصاری نابود شود. به رغم تلاش ها آقای سادات تا هنوز در این زمینه چیزی نگفته است. نظام الدین قیصاری از فرماندهان محلی وابسته به جنرال دوستم در ولایت فاریاب بود. او ماه سرطان سال گذشته به اتهام نقض حقوق بشر و تهدید مقام‌های امنیتی بازداشت و به کابل منتقل شد. او پس از چندین ماه بازداشت سرانجام به صورت مشروط آزاد شد. اما او به مزار شریف در شمال افغانستان رفت و پس از آخرین درگیری با نیروهای افغان و فرار از محل درگیری تا هنوز محل زندگی نظام الدین قیصاری مشخص نیست. چند پیش تصاویری از او در یک مسابقه بزکشی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد اما مشخص نیست در کدام ولایت افغانستان است. سحر رحیمی بود در کابل. احزاب سیاسی آلمان امروز با یک بحران داخلی دست به گریبانند که ممکن است تغییرات مهمی را در پی داشته باشد. در ایالت تورینگیا برای نخستین بار یک رهبر سیاسی دموکرات‌های آزاد با رأی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان به مقام نخست وزیری این ایالت رسید که کاملاً بی سابقه بوده و با اعتراض همه احزاب مطرح دیگر روبرو شده است. توماس کمریش 24 ساعت بعد از آغاز نخست وزیریش اعلام کنارگیری کرد. با این حال موضوع همکاری با تندروهای راست بحران تازه ایست که حزب‌های دموکرات را به چاره اندیشی واداشته. مرتضی رئیسی روزنامه‌نگار آزاد در بن آلمان نگاهی دارد به این موضوع.
تاکنون همه احزاب آزادی خواه در این تلاش بودند تا هیچ نوع همکاری پارلمانی و سیاسی با حزب راست افراطی جانشین برای آلمان نداشته باشند. این حزب که به سرعت رو به رشد است، از لحاظ احزاب دموکرات و اکثریت مردم میتواند خطری برای دموکراسی آلمان باشد و از این نظر همکاری با آن در دستور کار نیست. بلافاصله با روشن شدن این که آقای کمریش با کمک حزب آلترناتیو برای آلمان آراء کافی در پارلمان برای کسب مقام نخست وزیری به دست آورده، در واقع یک طوفان سیاسی در تمام کشور برخاسته است. از اعتراض فوری خانم مرکل صدر اعظم آلمان گرفته تا رهبران احزاب آزادیخواه و از جمله کریستیان لیندنر رهبر حزب دموکرات آزاد که توماس کمریش هم عضو آن است، باعث شد تا آقای کمریش دیشب و پیش از تشکیل کابینه جدید اعلام کنارگیری کند. قرار است احزاب سیاسی در جلسات امروز خود جمعه برای جلوگیری از امکان همکاری با حزب راست افراطی و یا استفاده از آرای این حزب برای انتخاب شدن و همچنین پایان دادن به بحران تشکیل دولت تازه در تورینگن به رایزنی بپردازند. تشکیل دولت در ایالت تورینگن از این لحاظ دشوار شده است که حزب آلترناتیو برای آلمان 22% آرا را از آن خود کرده است و احزاب آزادیخواه از آرای کافی و یا ائتلاف لازم برای اکثریت برخوردار نیستند تا به راحتی دولت را تشکیل دهند. این احتمال هم هست که برای تجدید انتخابات و یا انحلال پارلمان فعلی به توافق برسند. مرتضی رئیسی از بن آلمان گزارش میداد. سپاس فراوان از تک تک شما که برای ما پیام فرستادید. از فیسبوک شروع میکنم. درباره پایان استیضاح دونالد ترامپ و انتخابات پیش روی آمریکا از عزیزه میخونم که نوشته که ایرانی ها چرا عاشق ترامپ هستند؟ این سوالی است که ما دوست داریم بدانیم. احتمالاً شاید واقعا خیلی عالی باشه و شاید ممکن باشه پولش حرف اول رو بزنه. به نظر عزیزه که اشکان در پاسخ به همین پرسش عزیزه نوشته که میدونید چرا؟ به خاطر انزجار، فاصله بین عشق و نفرت هست. مردم ایران از نفرت بلاهایی که سرشون میاد عاشق ترامپ هستن به نظر اشکان و میگه اگر جامعه مثل اروپا داشتن از ترامپ متنفر میشدند. بهمن در همین مورد میگه درود به میترامنی، تنها سناتور شجاع حزب جمهوری خواه آمریکا که علیه ترامپ رای داد در استیضاح. کوچاری خطاب به من میگه گفتم که استیضاح نمیشود و همینطور هم شد. و اما درباره انتخابات پیش روتر ایران که نزدیکتره، آزادی نوشته که اینها همون مردمی رو که برای تشییع جنازه سلیمانی جمع کرده بودن برای رای دادن بسیج میکنن و با نعمت تکنولوژی تعداد رو چندین برابر نشون میدن به نظر آزادی تا مردم دنیا رو گول بزنند. از تلگرام از روج میخونم که میگه که من و خانواده‌ام در همین مورد میگه من و خانواده‌ام همه و اطرافیانم رأی نمیدهند. چرا؟ چون روحانی با رئیسی هیچ فرقی نداره، هر دو بودند. اینقدر مردم در آبان ماه میکشتن و تلگرام فیلتر میکردن به نظر روج. و مرتضی گفته که مطمئنا رأی نخواهیم داد. از طرف 20 نفری صحبت میکنم که سر جوانی جنگ رفتیم، جانباز شدیم، میگم که رأی نخواهیم داد. آر ام هم میگه من خودم رأی نمیدم، چرا که رأی ما رأی به دیکتاتوری خامنه‌ای هست. تا اینجای برنامه من هیچ کسی رو پیدا نکردم، یعنی پیامی نیومده که بگن که آیا رأی خواهند داد و چرا رأی میدهند. اگه شما نظرتون متفاوت هست برامون بفرستین، سعی میکنم که در طول برنامه بخونم. فعلا رسیدیم به خبرهای ورزشی. دیروز شهرآورد یا داربی فوتبال تهران برگزار شد. در 19 هفته بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال پرسپولیس به مسافه هم رفتن و بازی رو مساوی 2-2 بستند. جزئیاتش رو از علی آخوندان میشنویم. ستاره استقلال گذشت از مهدی قادی ارسلان مطهری بود که 2 زد و برای پرسپولیس هم علی پور گل زد که خب بعد از گلم رفت منوی ادای شادی گلزنی دیاباتر رو در آورد و بعدم در بین دونیم از فراد مجیدی و طرفدار استقلال معذرت خواهی کرد و در آخرین دقایق بازی هم بشار رسن گل زد که کار به تساوی کشید. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بعد از بازی از بازیکنش تشکر کرد و گفتش که ممنونه که تا آخر جنگیدن و تسلیم نشدن و گفت مهمترین مسئله بود. استقلال رو متهم کرد به اینی که بعد از گل دوم اتوبوسی دفاع کرده و گفتش که عملکرد تیمیش در کل
با وجود دفاع مطلق حریف راضی کننده بود از نظر ایشون و نباید از تیمش انتظار خلق موقعیت‌های متعدد داشته باشه. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال هم در مورد تعویض ستاره این بازی مهدی قائدی توضیح داد، گفت خسته شده بود و احتیاج به یک هافبک رونده داشته، گفت که پرسپولیس جلو اومده بود و می‌خواست از فضای پشت این تیم استفاده کنه. از نقل و انتقالات این فصل استقلال انتقاد که گفت 15 بازیکن از تیمش جدا شده و گفت توازن وجود نداره، برای مثال از 7 وینگر یا همون بال بازیکن کناری نامورد، گفت در حالی که 7 وینگر داره فقط 2 تا بازیکن بازیساز هم نداره. در آخر از همه بازیکناش تشکر کرد و گفت تک تکشون عالی بودن، عمل کرده خوبی داشتن. اما در دیگر بازی سپاهان فرصت داشت که خودش رو به صدر جدول و پرسپولیس نزدیک کنه، اما این فرصت رو از دست داد و در خونه نفت با این تیم 0-0 مساوی کرد. جدول رو بخوایم بگیم، پرسپولیس با 41 امتیاز صدر نشین است، سپاهان با 36 امتیاز دوم، استقلال با یک بازی کمتر 33 امتیازی است و تراکتور هم با همین تعداد امتیاز در رتبه 4 است. امروز هم 5 بازی برگزار میشه که ماشین سازی با پیکان، سایبا با پارس جنوبی، شاهین بوشهر با نساجی، زوبا هم با صنعت نفت و گلگهر با تراکتور بازی میکنه. ولی بازی استقلال پرسپولیس با همین خبری که گفتی علی ختم نمیشه، همراه با سر و صدا و اتفاقات عجیبی بوده که رسانه‌ایشو درباره اونها چی میگن. اتفاق عجیبی که بعد از این بازی پرسپولیس استقلال افتاد در واقع کتک خوردن دو بازیکن استقلال به گفته خودشون بود. سیاوش یزدانی بعد از بازی مسابقه کرد و گفتش که به یا داستان اینجوری تعریف کرد که گفت به یک آقای برخورد کردم که گفتن دادستان و گفت من رو هول نده و گفت من ازش عذرخواهی کردم، اما بعد رئیس نیروی انتظام اومد جلو اون و عارف غلامی که کارتشو نشون داده بود و بهشون توهین کردن و بعد آقای یزدانی گفت که از 20 پله پرتشون کردن پایین و بردنشون در یک اتاق و 10 نفر این دو نفر رو کتک زدن، گفت که به صورتش زدن سیاوش یزدانی و بهش گفته که چرا وقتی که اعتراض کرد گفتن چون پررو هستیم که میزنی، اتفاق خیلی عجیب میشه. گفت سرپرست استقلال مسابقه کرد، گفت شکایت ما ثبت شد و این ماجرا را حتما پیگیری میکنیم. پلیس تهران هم در واکنش به این قضیه گفت که موضوع در دست بررسی و نتیجه هم متعاقبا اعلام میشه. علی آخوندان بود و اما یک خبر مهم ورزشی دیگر از قلم نمیندازیم که دراگان اسکوچیچ مربی اهل کرواسی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران معرفی شده. دراگان اسکوچیچ در شماری از تیم‌های باشگاهی ایران به عنوان مربی فعالیت کرده که از اون جمله میشه به ملوان بندرانزلی، فولاد خوزستان و خون بخونی بابل اشاره کرد. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران گفته که جزئیات قراردادی مربی به زودی اعلام خواهد شد. خبرگزاری ایرنا گفته قرارداد اسکوچیچ با تیم ملی ایران فعلا تا 20 خرداد 99 خواهد بود. تا چند روز پیش گفته می شد که امیر قلعه نوئی سرمربی جدید ایران خواهد شد، اما تیم سپاهان اصفهان با این انتقال موافقت نکرده. در این باره گفتگویی داشتم با حشمت مهاجرانی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و نخستین کسی که موفق شد تیم ملی رو به جام جهانی ببره 42 سال پیش. در واقع با او در دبی امارات ساعتی پیش گفتگو کردیم و نظر او رو درباره انتخاب فدراسیون فوتبال ایران جویا شدیم. درشون برسونم که من فکر میکنم که این مربی کروات ما که در صنعت نفت کار میکرد و بعد از استعفا اعلام کرد که من به هیچ باشگاه ایرانی نخواهم رفت، درست همون چیز شد و نشون داد که شاید از قبل این توافق با ایشون شده باشه، چون ایشون طبق صحبت کرده به هیچ باشگاهی نرفت، خب مستقیما به ملی آمد. ولی چیزی که مسلمه فدراسیون فوتبال قبلا خیلی وقت اینه که همه مردم همه در سنهای گروه اطلاع دارن و میتونن که بعد از کروش اعلام کرد که ما یه مربی بهتر از کروش بده فوتبال مملکت خواهیم آورد. حالا مربی ملژیکم که اومد اوکی، اونم در حدود الان 2 ماه از رفتن ایشون میگذره، تا این 2 ماه ما نتونستیم تصمیم گیری کنیم، ولی اعتقاد دارم اگر مبنای انتخاب ایشون بر مبنای شناخت فوتبال مملکت باشه، تمام مربیای 16 تیم 18 تیم هر چند تا لیگ 1 و لیگ برتری خیلی بهتر از ایشون شناخت دارن رو فوتبال مملکت. یعنی تمام مربیای لیگ 1 ما همین شرایط دارن و میدونن که حتی شاید بهتر، چون با جامعه رو میدونن، رویات جامعه رو میشنن، رویات بازیکن میدونن، خیلی زود خودشونه میتونن با امکانات موجود تطبیق بدن. ولی به هر حال تصمیم گرفته شده، من اعتقاد دارم که قبلا گرفته شده بوده، ولی مثلا فرض کنید الان ایشونه به حواله میدم به آقای ما
مؤسس کمیته فنی اگه بخواد همچین چیزی باشه باید قبلا رزومه‌ش رو کمیته فنی میداد، کمیته فنی بررسی میکرد برنامه‌شو به هیئت رئیسه فدراسیون بود. همه چی من فکر میکنم که خیلی سریع تصمیم گیری شده، خیلی سریع انجام شده. فقط چیزی که میتونم لغتی که روش بذارم، من فکر میکنم که بر مبنای رفع تکلیف بوده. های مهاجرانی، صحبت شده بود که اگه وحید هاشمیان مربی تیم ملی ایران بشه، شما به عنوان مدیر فنی به تیم برخواهید گشت و دوباره کار خواهید کرد در تیم ملی. به چه دلیلی فکر میکنید که نام شما این وسط مطرح شد؟ با من هیچ کسی تماس نگرفته و همکارای شما در ایران مرتب به من زنگ زدن که همچنان با همون همین صحبتی که با جناب علی دارم میکنم همون صحبت بود که کسی با من تماس نگرفته و طبیعتا من نقطه نظر خودم راجع به مربی صحبت کردم، نه برای شخصی خودم که آیا کاری داشته باشم یا نداشته باشم. ولی خب ما مربیای اگه همین الانم بخوام رو کفه ترازو بذاریم ببینیم آقا مربی کدوم ایرانی شرایط داره، بازم غیر از امیر قلعه‌نویی که مشکلات باشگاه براش مطرح شد، من اعتقاد داشتم مشکلات بعد باشگاهش هم میتونست حل بشه، امیر بعد لیگ میتونست به تیم ملی ملحق بشه، امیر شناخت کافی داشت، فاکتورهای لازم مربیگری داشت. حالا موقعی که امیر با مشکلات باشگاه برخورد که میشدم حلش کرد برسیم، خب اسامی دیگه داریم، همین آقای جواد نکونام داریم، آقای وحید هاشمیان داریم، همین آقای حسین فرکی که الان استعفا کرده از پیکان داریم. ببینید شرایط اینه که یارو شاید یه مقدار ریسکش خطرناک بود که بعدن خدا نکرده اگه تیم ملی نتیجه نگیره جوابگو نباشه فدراسیون و مربی خارجی میدیم. حالا هر مربی خارجی که ایشون تجربه سابقش در ملوان بود و سندنب بود و برحال من منکر این که مربی خوبی هست نمیشم، ولی به طور کلی اگر به این شرایط ما میرسیدیم که بخوام در کفه ترازو بسنجیم گدوم یکی، من ترجیح میدم که بازم مربی ایرانی باشی. حشمت مهاجرانی بود، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در دبی امارات. حالا وقتش که برگردیم به مجله های پایان هفته ایران با مسعود بهنود، روزنامه نگار مقیم لندن. دومین بخش از بررسی مجلات این هفته رو اختصاص بدیم به ماهنامه سیاسی فرهنگی مشق فردا که شماره سومش هست و عروسک سخنگو، دو ماهنامه هنری ادبی فرهنگی که اختصاص به ادبیات مدرن کودکان داره. مشق فردا پنجمین شمارهشه که داره منتشر میشه و مثل شماره های پیش یک مقاله از آقای علوی تبار داره که در جستجوی زیست فرادینی است، موضوع مهمیه، و بعد مقاله از آقای حجاریان، قفل اسطوره ارسطو، همه اینها درباره تطبیق دادن شریعت هست با حکومت که امر عرفی است. آقای حسین هوشمند، سکولاریسم در برابر تئوکراسی، که باز همین موضوعی است که داریم حرف میزنیم. قداست زدایی از سکولاریزاسیون که محمد مهدی مجاهدی نوشته است، و همینطور امتناع تفسیر که محسن آربین. به حال این بخش کلن در بخش مشق اندیشه است و بحث اصلی درباره این استش که آیا این امر، یعنی برخورد دادن دین و دولت، یعنی همون که موضوع کتاب آقای بواحد هم هست که در همین شماره هم بررسی شده، اونجا نظرات مختلفی داره ابراز میشه که حول یک مفهوم و یک موضوع هست. آیا فقه، فقه شیعه، بار حکومت رو با همه معضلات و مشکلات و مباحثی که داره میکشه یا نه؟ در یه بخشی هست به اسم بخش توسعه که در اونجا اقتصاد سیاسی رو بررسی میکنه. اول بهمن عمویی مثل دفعات قبل خصوصی سازی منحصر به فرد بخشیست از زیر فصل این که کشورها چطوری غارت میشن، و بعد دوتا مصاحبه میکنه، یکی با آقای بانکی و یکی هم با آقای نیکدل، درباره صندوق ذخیره فرهنگیان که هر دوتا خیلی مهمه و موضوع رو به روز میکنه، موضوعی رو که آقای عمویی مطرح کرد، یعنی فساد سیستمی. اما عروسک سخنگو شماره 318 اش هست و 30مین سالی است که داره منتشر میشه، بنابراین انقدر سال خورده و با تجربه شده که میشه گفتش که هنوز این ارتباط، حتی آرشیو خودش به نظرم بزرگترین سرمایه است که الان خود مجله داره. خانم زهرا نعیمی صاحب امتیاز مدیر مسئول هست و این شماره که دست من شماره دیو بهمن هست که روی آخرین نوت این موسیقی اولین رمزانه است که رمزانه گفته است و در اینجا اومده نگرش
زیادی این شماره پیدا کرده به شعر و بعد همچنان شعر و نقاشی‌های بچه‌ها و یکی انتقاد کتاب‌های به خصوص انتقاد کتاب‌های خارجی که ترجمه شده است در ایران، گزارش‌های خیلی خوبی مثل گزارش بدون مرز که رعنا قادری نوشته، میگه من خود قصه ام، رعنا میگه. و بعد پرستو جمشیدی که نمیدونم چند سالش هست، یه کتابی رو توجه بهش قرار داده که گفتگوی جادوگر بزرگ هست با ملکه جزیره رنگ‌ها که جمشید خانیان نوشته و اینجا در حقیقت یه نقدی است از او. روزنگاری های یک ام اسی، آخه زوم اسم گربه است. شهره قائدی که منتقد و معلم ادبیات کودکان هست، این موضوع رو که موضوع حساسی هم هست مطرح کرده، دربارش یک گزارشی میده و بعد نقاشی‌هایی که اونها هم بچه‌ها کشیدن. با هم نگاه گذرا کردیم به مشق فردا و عروسک سخنگو. با همین نگاه گذرای مسعود بهنود رسیدیم به پایان این صد از چشم‌انداز بامدادی 18 بهمن. پایان هفته خوشی رو به تک تک شما آرزو می‌کنم.